هستم آن که هستم. با سپاس خداوند. ای جان من، چرا افسرده ای؟ چرا در اندرونم پریشانی؟ به خدا امید دار، زیرا که او را باز خواهم ستود، او را که رهاننده من و خدای من است. جانم در اندرونم افسرده است، از این رو تو را یاد خواهم کرد از سرزمین اردن و بلندی های جرمون و از کوه های مسعار. ژرفا به ژرفا خبر می دهد از خروش آبشارهای تو، امواج و سیلابهای تو. جملگی از سرم گذشته است، در روز خداوند محبتش را عنایت می کند و در شب سرودش با من است. دعایی به درگاه خدای حیات بخشم، خدایی که صخره و نجات دهنده من است. آمین. مبارک نما عیسای محبوب همه ی وجود ما.
بپذیریم برکت سماویا شمع حضور آسمان سامم نباشه کنیم مبارک ما ای عیسی محبوب همه ی وجود ما را خداوند رو شکر میگیم واسه امروزی که در نام تو آغاز کردیم. شکرگزار تو هستیم ای پدر، ممنونیم که خداوند هر روز با نام یاد تو آغاز خواهد شد. شکرگزار تو هستیم و هرچه قرار خداوند پرستش بکنیم میسپاریم در دستان پاک تو، برای جلالت نام تو، برای اینکه به عشق تو خداوند امروز دور هم جمع شدیم و دوست داریم خداوند برای تو بخونیم، در نام پدر پسر روح قدوس عیسی مسیح. Call me with
اسمی دارد او پدر همه شکر و جلال بر نام قدوس عیسی مسیح. آمین. خداوند زنده ما. هللویا. شکر می‌کنم خداوند رو که امروز هم این اجازه رو داریم که در خانه او بتونیم او رو پرستش کنیم. خانه‌ای که خانه دعاست. شکر می‌کنم و جلال می‌دهم عیسی مسیح رو که بعد از 2 هفته که از دیدار بعضی از شماها دور بودیم، باز هم کنار هم دیگه هستیم برای پرستش خداوند اون عیسی مسیح و باز هم کنار هم هستیم در خانه پدرمون. شکر میکنم، خوش آمد میگم بهتون، باز هم که اومدید در خانه پدر وقت خودتون رو قرار دادید و برای خداوند وقت میذارید، این عشق رو میذارید. من داشتم با همسرم صحبت میکردم، قدم میزدیم با هم و صحبتی که داشتیم این بود، خیلی وقتا آدم ها فکر میکنن که چیزهای با ارزش زندگی مثل پول و خونه و ماشین و این چیزاست، اما من هر وقت مثلا میخوام کادوی گیرم بیاد به دوستان میگم، میگم اگر میخوای برای تولد من کادو بیارید برای من غذا درست کنید، چون که هم شکمو هم همین که لباس و خونه و پول و شاید کادوی گرون قیمت مثل عطر و اینا رو آدم میتونه با کار کردن و خب تلاش بسیار به دست بیاره، اما اون عشق رو چجوری آدم میتونه به دست بیاره؟ و به خانم هم داشتم میگفتم، گفتم من درست شکمو هستم ولی به دنبال اون عشق هستم، که یکی از خواهرام، یکی از برادرام با عشقشون بایستن و حاضر باشن زمانشون رو بذارن برای من و با عشق یه غذای خوشمزه درست کنن. اون عشقی که در اون کار هست زیباست. من نیاز به اون عشق دارم، اون عشقی که عیسی مسیح برای ما بر روی صلیب داد، اونی که ما رو پیوند میده، برای ما وقت گذاشت خداوند، برای ما رفت و فدیه شد، حاضر شد برای تعلیم ما وقت بذاره، حاضر شد برای با ما بودن وقت بذاره، وگرنه میتونست با یه بشکن زدن همه چیزو درست کنه، اما عشقشو گذاشت برای ما. و شکر میکنم عیسی مسیح که خانواده دارم مثل فیلادلفیای ایلام، که وقتی تقاضا میکنم، اون روز گفتم به الیکا، میگفتم الیکا بیسکویت داری؟ داشت میرفت بیرون، با عجله داشت میرفت بیرون، اما برگشت برای من بیسکویت آورد و گذاشت، گفت بیا داداش این بیسکویت برای تو. شکر میکنم واسه وجود خواهرام که هر وقت میخوام زحمتشون میدم و از دستپختهای فوق‌العاده‌شون استفاده میکنم. شکر واسه تو که همیشه این وقتی به من میرسی من اذیت میکنی. شکر واسه وجود همتون و شکرگزار هستم عیسی مسیح رو. امیدوارم شما هم که برنامه ما رو میبینید با کلیسای ما همراه هستید در دعاها، در پرستش ما، این عشق رو اجازه بدید وارد زندگیتون بشه، بذارید عیسی مسیح وارد زندگیتون بشه، یک کوچولو برای خدا وقت بذارید.
ارزش داره، عشق ارزش داره. برای خداوند وقت بذارید. خداوند برای ما همه چیزشو گذاشت، حتی بر روی صلیب رفت و برای ما فدیه شد. این خداوند ارزشش داره که بشناسیمش. لطفاً اجازه بدید، لطفاً کلام خداوند رو مطالعه کنید و خداوند رو بشناسید. این فرصت رو از خودتون نگیرید، خداوند این فرصت رو به ما داده و امروز هستیم و شکرگزاری میکنیم این فرصت رو، این امید رو که در خداوندمون عیسی مسیح داریم. خدایی که همیشه زنده است و همیشه کنار ماست و همیشه با خانواده فیلادلفیای ایلامه. میپرستیمش. ایمان داریم که خداوند این ضعف‌های ما، این کمکاری‌های ما رو نمی‌بینه و قلب‌هامون رو نگاه می‌کنه، قلب‌هایی که همیشه مشتاق پرستشش بوده، هست و خواهد بود. آمی. در نام قدوس عیسی مسیح می‌پرستیم با شادی و کنار هم هستیم. هللویا. جسمم را مطیعت کنم، شبم شبیه عیسی، عطر معرفت و شناخت تو بخشد زندگی را صفا.
Oh, hallelujah, oh,
خداوندم، عیسی خداوند، شکرگزار تو هستی پدر. هر روز و هر لحظه شکرگزاری میکنیم درگاه تو پدر، در سختی ها، در تنگی ها، در تمام شرایط خداوند تو کنار ما هستی پدر. همیشه تو ما رو به یاد داشتی و داری پدر، تو ما رو به اسم خوندی زمانی که ما تو رو نمیشناختیم پدر، تک تک ما رو به اسم خوندی پدر. شکرگزار تو هستیم که با تو خداوند همه چیز، تمام دردها، تمام مریضها، تمام خداوند مشکلات و تمامی مشکلاتی که خداوند در سر راه ما قرار میگیره در نام تو حل شده هست پدر. باور داریم که خداوند تو شاه شاهان هستی، تو بر مرگ بس از 3 روز پیروز شدی پدر. باور داریم که خداوند تو تنها پادشاه حقیقی این زمین هستی خداوند. باور داریم که خداوند در نام تو هست شفای واقعی. باور داریم که در نام تو هست که خداوند میتونیم فقط و فقط بر تمامی مشکلات واقف بشیم خداوند. این لحظه تمام خواهر برادرانمون که در مشکلات هستن، در سختی قرار دارن خداوند، در بیماری قرار دارن خداوند، به حضور تو میاریم خداوند، با قوت نامت خداوند میطلبیم، اعلام میکنیم در نام تو این مسیح پدر شفای کامل رو، و مشکلاتشون در نام تو به قوت نامت حل شده بشه خداوند. باور داریم پدر که تو هر لحظه از اول زمانی که خداوند ما تو رو نمیشناختیم خداوند، هر لحظه خداوند به یاد تک تک فرزندانت بودی پدر. راهی جز تو نیست خداوند، راه حیات تو هستی، آب حیات تو هستی پدر. شکرگزار تو هستیم ای پدر، شکرگزار تو هستیم. هرچند کوچکیم ولی در تو قوی هستیم، هرچند خداوند ضعیفیم ولی در تو خداوند قدرت همه چیز رو داریم، چون باور داریم فرزندان تو هستیم. روزی پدر تو رو نمیشناختیم، روزی خداوند نمیدونستیم که خداوند ما کی هستش، بعد به دنبال خداوند تو میگشتیم، ولی خداوند تو میخندیدی و خداوند در کنار ما بوده. امروز روز برای تک تک عزیزانمون که تو رو نمیشناسن خداوند شفاعت میکنه، به قوت نامت اونها رو صدا بکن پدر، تا در تو خداوند فرصت این رو پیدا کنن، تا شفا پیدا کنن، در تو خداوند نجات رو پیدا کنن. شکر برای تو عیسی مسیح، شکر برای تو یگان منجی عالم، شکر که خداوند خانواده کوچک فیلادلفیا رو تو فراهم آوردی. هرچند ما همدیگر رو هیچ وقت نمیشناختیم، ولی تو به نام خواندی و ما رو در کنار همدیگر قرار دادی. تو هستی این نجار بزرگ، تو هستی ای معمار بزرگ، تو هستی که تمام چیزها رو نقش میدی در کنار هم دیگه. شکرت میکنیم پدر، شکرگزاری میکنه. امروز روز شکرگزاری است. هر چه میخونیم، هر چه میزنیم و هر چه خداوند برای تو میسراییم خداوند، فقط و فقط و فقط برای جلال نام توست ای پدر، فقط برای اینکه تو جلال پیدا کنی. شکرگزار تو هستیم پدر، هر چند چیزی نداریم ولی همه این چیزها رو در توانمون هست، چون بخور خوشبو در حضور تو میره خداوندا و تقدیم حضور تو میکنیم. جلال بر نام تو ای پدر ما، جلال بر نام تو. او هللویا، او هللویا، او هللویا، او هللویا، خواهم خواند. بهرم آوردی
رهایی، آزادی، آزادی. جنون از یاد برم رنج و درد ما را گرفتی، گرفتی تو بر صلیب ای مسیح، رنج و درد ما را گرفتی، گرفتی تو از ما. چگونه از یاد برم نامت را، نام
که نام قدوس توست سپر و پناه ما. میخوانیم نامت را، میخوانیم نامت را، نام قدوس توست سپر و پناه ما. Better.
مسیح. هللویا ای خداوند زنده، عیسی مسیح. هللویا. جلال بر نام قدوس تو ای خداوند. جلال بر نام قدوس تو ای خداوند زنده. تو رو میپرستیم ای خداوند. تو رو میپرستیم ای قدوس. ای شاه شاهان، ای شاه پرجلال، عیسی مسیح خداوند. ای قدوس، ای قدوس، ای قدوس، ای خداوند. جلال تو ابدالآباد از آن توست ای خداوند. ای خداوندی که بر صلیب عشق خودت رو بر ما آشکار کردی ای خداوند، تا ابدالآباد جلال از آن توست ای قدوس، ای قدوس، ای قدوس. این خانواده با قلب‌های گره کرده با هم در اتحاد ای خداوند به حضور تو میخواد بیاد، نه به قوت خودش، نه به قوت خودش، بلکه خداوند به قوت روح قدوس تو عیسی مسیح که ما رو به هم پیوند دادی، با عشق میخوایم به حضور تو بیایم ای شاه شاهان. ای خداوند زنده، ای خداوند توبه میکنیم اگر خشمی در درون ماست ای خداوند، توبه میکنیم اگر نامهربونی در وجود ماست ای خداوند، توبه میکنیم اگر از هم دل خوریم، از هم دل گرفته ایم، در حضور تو توبه میکنیم و میبخشیم خودمون رو و بعد برادرها و خواهرای خودمون رو ای خداوند، و هر کسی که ازش ناراحتیم میخوایم ای خداوند با قلبی آزاد به حضور تو بیاییم. میخوایم ای خداوند با تمام وجودمون، با تمام فکرمون، با تمام قلبمون به حضور تو بیاییم ای خداوند. از تمام اشتباهاتمون خداوندا توبه میخوایم بکنیم ای خداوند. شاید دوباره اشتباه کنیم، اما قلب محبت تو، قلب مهربان تو ای خداوند که برای ما بر صلیب رفت، آمرزشی ابدی داره ای خداوند. تمام تلاشمون رو میکنیم ای خداوند که دیگه اشتباه نکنیم، دیگه توی راه‌های اشتباه قدم برنداریم، دوباره خشمگین نشیم، دوباره ناراحت نشیم از هم. ای پدر ما رو ببخش ای خداوند به خاطر اشتباهاتی که در آینده میخوایم انجام بدیم ای خداوند. قوتمون بده که یاد بگیریم اشتباه نکنیم، یاد بگیریم با کلام تو عیسی مسیح زندگی کنیم، یاد بگیریم همانند تو یکدیگر رو محبت کنیم ای قدوس، ای قدوس، ای خداوند زنده. در تو امید داریم ای خداوند که همانند تو باشیم، در تو امید داریم که همانند تو یکدیگر رو محبت کنیم، در تو امید داریم که روح قدوس تو بر ما قرار بگیره و تمام ضعف‌های ما رو بپوشونه. در تو امید داریم ای خداوند که هر بیماری در نام قدوس تو عیسی مسیح شفا پیدا کنه و شالوم و سلامتی برگرده. در تو امید داریم ای خداوند هر رابطه خرابی به نام قدوس تو عیسی مسیح با حضور تو، با حضور عشق تو، با حضور کلام تو ای خداوند دوباره شفا پیدا کنه و دوباره به اون عشق و محبت اولیش برگرده عیسی مسیح. ای خداوند امید داریم در تو که هر طوفانی در زندگیمون هست به نام قدوس عیسی مسیح آرام بشه، خاموش بشه و دست نوازشگر تو عیسی مسیح ما رو عبور بده و به ساحلی که تو برای ما در نظر داری و در نقشه داشتی و در ذهنت بوده خداوند قرار بدی
عیسی مسیح، ای خداوند زنده، به حضور تو میخوایم بیایم با قلب هامون که شکستگی توش هست، خستگی توش هست، ای خداوند، بارهایی رو از گذشته به همراه داره خداوند که توی کوله پشتیمون گذاشتیم و هر روز داریم با خودمون حملش میکنیم. عیسی مسیح تو برداره خداوند، تو آزادمون کن از این سنگینی بارها، از این کوله بار، ای خداوند، و تو ما رو رهبری کن ای خداوند، همونطور که قومت رو رهبری کردی تا به سرزمین تو برسن، تا به سرزمین وعده برسن. ای خداوند، تو همچون پدری بودی که فرزندانش رو رهبری میکرد و عبور میداد تا به مقصد برسن. ای پدر، ما رو عبور بده و اون چیزی که در ملکوتت، در اراده خودت داره خداوندا برای این خانواده به انجام برسون. عیسی مسیح، پادشاهی تو برای ما باشه خداوندا، سروری تو بر ما باشه خداوندا، سلطنت تو بر ما باشه خداوندا، تا ما زیر پرچم تو، زیر صلیب تو عیسی مسیح زندگی کنیم و در آرامش تو باشیم خداوند. هر دلی که ناامیده، هر دلی که امروز خالیه، به نام عیسی مسیح پر بشو از روح قدوس خداوند. به نام عیسی مسیح، امید خداوند، عیسی مسیح در قلب تو، نور عیسی مسیح در قلب تو روشن بشه و تو رو پر از امید کنه، پر از انرژی کنه، پر از شادابی کنه و به یاد بیاری که عیسی مسیح برای تو بر صلیب چه کار کرد، جایی که هیچ امیدی نبود، زمانی که همه ناامید بودن، هیچ پادشاهی نبود، هیچ کس نبود که اونا رو محبت کنه، عیسی مسیح برای من، برای تو و برای تمامی دنیا بر روی صلیب رفت تا امروز ما ناامید نباشیم، بلکه خدای زنده ما در آسمان امیده همیشگی و جاودانه ما باشه. به عیسی مسیح چشمان تو بدوز، به عیسی مسیح چشمان تو بدوز، به عیسی مسیح چشمان تو بدوز و آزاد شد در نام قدوس عیسی مسیح. به نام پدر، پسر و روح قدوس خداوند، ای پدر، به حضور تو اومدیم با قلب هامون، ایمان داریم که فرزندان تو در کودکیشون، در قلبشون دریافت کننده هستن، در نام قدوس عیسی مسیح. هللویا، هللویا، میپرستیمت خداوند. هللویا، هللویا، خداوند، ای قدوس، ای قدوس،
تو قدوسی برمی افرازیم نام قدوست کلیسا همه همراهی کنم تو قدوسی برمی افرازیم نام قدوست میخواییم برافرازیم نام قدوس عیسی مسیح تو شکر و جلال بر نام قدوس خداوند جلال بر نام قدوس عیسی مسیح آمین. که این اجازه رو داریم اون رو بپرستیم و اون رو شکرگزاری کنیم جلال بر نام قدوس عیسی مسیح خسته نباشید میگم به شما دستتون در نکنید استراحت کوتاه داشته باشید در نام قدوس خداوند خدا برکتتون بده همیشه با پرستش زیباشون ما رو برکت میدن گروه زمر جلال بر نام قدوس عیسی مسیح امروز متاسفانه شبان ما بابا رامین نتونستن حضور داشته باشن آمین که در نام قدوس خداوند شالوم و سلامتی بر ایشون باشه بر مامان آزیتای عزیزمون و آمین که ببینیمشون در سلامتی و شالوم خداوند آمین امروز میخواییم از مزامیر بخونیم با کلام خداوند همراه باشیم خیلی کوتاه سعی میکنم که درست بخونم و تا اونجایی که بتونم درست بیان کنم کلامات رو که مفهوم کلام خداوند برای شما هم آشکار باشه مزامیر 36 باب 36 خداوند اینگونه میگه از زبان خادم خودش داوود نافرمانی در اعماق دل شریر بدون ندا میدهد ترس خدا در چشمان او نیست زیرا خیشتن را در نظر خود چندان
تملق میگوید که از پی بردن به گناه خیش و بیزاری از آن ناتوان است. سخنان دهانش خباثت است و فریب، از خردمندی و نیکوکاری دست شسته است. حتی بر بستر خود طرح شرارت می‌ریزد. راهی ناپسند در پیش گرفته است و از شرارت روی نمی‌گرداند. خداوندا، محبتت تا به آسمان‌ها می‌رسد و وفاداریت تا به ابرها. عدالتت همچون کوه‌های سر به فلک کشیده است و دادگریت به سان ژرفای عظیم. تویی خداوندا که انسان و حیوان را نجات می‌بخشی. خدایا، محبتت چه گرانقدر است. بنی آدم در سایه بالهایت پناه می‌جویند. از نعمت سرشار خانه تو سیراب می‌شوند و از نهر لذایذ خود به دیشان می‌نوشانی. زیرا نزد تو چشمه حیات است و در نور توست که نور را می‌بینیم. محبتت را برای شناسندگان خود مدام گردان و عدالتت را برای راست دلان. مباد که متکبران بر من پا بگذارند یا دست شریران مرا براند. بنگر که شرارت پیشگان چگونه فرو افتادند. به خاک افکنده شده اند و یاری برخواستنشان نیست. به سبب بدکاران خیشتن را مکدر مساز و بر ستمکاران حد مبر. زیرا چون علف زود می پژمرند و چون گیاه سبز خشک می شوند. بر خداوند توکل نما و نیکویی کن. در زمین ساکن باش و امانت را بپرور. از خداوند لذت ببر و او مراد دلت را به تو خواهد داد. آمین. راه خود را به خداوند بسپار و بر او توکل کن که او عمل خواهد کرد. او پارسایی تو را همچون نور تابان خواهد ساخت و حقانیت تو را چون آفتاب نیمروز. آمین. در حضور خداوند آرام باش و صبورانه انتظار او را بکش و به سبب آنان که در راه‌های خیش کامرانند و نقشه‌های پلید خود را به اجرا در می‌آورند خیشتن را مکدر مساز. از خشم بازیست و غضب را ترک نما. خیشتن را مکدر مساز که جز به شرارت نمی انجامد. زیرا که بدکاران منقطع خواهند شد و از منتظران خداوند اما منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد. پس از اندک زمانی دیگر شریری نخواهد بود و هرچند او را بجویی یافت نخواهد شد. اما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی لذت خواهند برد. شریران بر پارسایان دسیسه می کنند و بر ایشان دندان به هم می سایند، اما خداوند بر شریران می خندد، زیرا می بیند که روز ایشان فرا می رسد. بدکاران شمشیر از نیام بر می آورند و کمان را بر می کشند تا فقیران و نیازمندان را به زیر افکنند و راستروان را از دم تیغ بگذرانند. اما شمشیرهای آنها به قلب خودشان فرو خواهد رفت. کمانهایشان خواهد شکست. اندک دارایی یک پارسا بهتر است از ثروت شریران بیشمار. زیرا بازوی شریران خواهد شکست، اما خداوند پشتیبان پارسایان است.
خداوند از روزهای راستان آگاه است و میراث ایشان جاودانه خواهد بود. آنان در زمان بلا سرفکنده خواهند شد و در زمان قحطی سیر خواهند گشت. عذرخواهی میکنم. آنان در زمان بلا سرفکنده نخواهند شد و در زمان قحطی سیر خواهند گشت. اما شریران هلاک خواهند شد و دشمنان خداوند همچون زیبایی چمنزارها محو خواهند گردید. آری همچون دود محو خواهند شد. شریر قرض می‌گیرد و باز پس نمی‌دهد، اما پارسایان با گشاده دستی می‌بخشند. آنان که خداوند برکتشان دهد زمین را به میراث خواهند برد، ولی کسانی که لعنتشان کند منقطع خواهند شد. اگر خداوند راه کسی را خوش بدارد، گامهایش را استوار می سازد. هرچند بیفتد نقش بر زمین نخواهد شد، زیرا خداوند دستش را می گیرد. من جوان بودم و اینک سال خوردم، با این همه هرگز پارسایی را ندیدم که با این همه هرگز پارسایی را ندیدم که وانهاده شده باشد و نه فرزندانش را که گدای نان شوند. همواره گشاده دست است و قرض دهنده و فرزندانش مایه برکتند. از بدی روی بگردان و نیکویی کن، آنگاه تا به ابد سکونت خواهی یافت، زیرا خداوند عدالت را دوست می‌دارد و سرسپردگان خود را ترک نخواهد کرد. آنان تا به ابد محفوظ خواهند بود، اما نسل شریران منقطع خواهد شد. پارسایان زمین را به میراث خواهند برد و تا به ابد در آن سکونت خواهند کرد. دهان پارسا حکمت را بیان می کند و زبانش به عدالت سخن می گوید. شریعت خدایش در دل اوست و پاهایش نمی لغزد. شریر به کمین پارسا می نشیند و قصد جان او دارد، اما خداوند او را به دست ویوانه می گذارد و چون به محاکمه کشیده شود نخواهد گذاشت محکوم گردد. منتظر خدا باش و طریق او را نگاه دار که تو را به وراثت زمین سرفراز خواهد ساخت. و چون شریران منقطع شوند به چشم خواهی دید. مردی شریر و ستمگر دیدم که چون درخت سرسبز بومی بومی قد می افراشت، به معنی محلی، اما چه زود درگذشت و اثری از او بر جا نماند و هرچه او را جستم یافت نشد. مرد عیبی را ببین و مرد صالح را بنگر، زیرا سرانجام آن مرد سلامتی خواهد بود. اما آسیان جملگی هلاک خواهند شد و شریران را سرانجام نخواهد بود. نجات پارسایان از خداوند میرسد. اوست قلعه ایشان در زمان تنگی. خداوند ایشان را یاری میدهد و میرهاند. ایشان را از چنگ شریران رهایی میبخشد و نجات میدهد، زیرا که در او پناه میجویند. آمین آمین آمین. شکر و جلال بر نام قدوس عیسی مسیح خداوند. شکرگزار خداوند هستیم که اجازه داده ما فرزندان او باشیم. شکرگزار هستیم که عیسی مسیح اجازه داده ما بتونیم کلام خداوند رو بشنویم، در قلبمون نگه داریم. هرچند
حفظ کردن کلام خداوند در این دنیا سخته، اما ما با عشقمون تلاش میکنیم که کلام خداوند رو در زندگیمون جاری کنیم، بذاریم کلام خداوند در زندگی ما جاری بشه و خداوند ما رو یاری بده تا بتونیم همدیگر رو محبت کنیم و دوست داشته باشیم. و متن رو من میخوام براتون بخونم از کتاب اشعیا باب 56 اگر اشتباه نکنم، از آیه 1 تا آیه 8. خداوند چنین می‌فرماید: انصاف را نگاه داشته عدالت را به عمل آورید، زیرا نجات من نزدیک شده و عدالت من به زودی منکشف خواهد شد. خوشا به حال آن که چنین کند و کسی که بدین متسمک شود، که شبات را نگاه داشته آن را بی حرمت نسازد و دست خیش را از هر عمل بد باز دارد. پس غریبی که به خداوند پیوسته باشد نگوید خداوند مرا از قوم خیش جدا خواهد کرد، و خسی نگوید درختی خشک بیش نیستم، زیرا خداوند چنین می‌فرماید: خسهایی که شبات مرا نگاه دارند و آنچه مرا خوشدود می‌سازد برگزینند و به عهد من تمسک جویند، به دیشان در خانه خیش و در اندرون دیوارهایش نام و یادی بهتر از پسران و دختران خواهم بخشید. آری به دیشان نامی جاویدانی خواهم بخشید که هرگز از میان نخواهد رفت، و نیز غریبانی که به خداوند تمسک جستند تا او را خدمت کنند و نام او را عزیز دارند و خادمان او شوند، یعنی همه کسانی که شبات را نگاه داشته آن را بی حرمت نسازند و به عهد من متمسک باشند، آنان را به کوه مقدس خیش خواهم آورد و در خانه عبادت خیش ایشان را شادمان خواهم ساخت. قربانی های تمام سوز و دیگر قربانی های ایشان بر مذبح من پذیرفته خواهد شد، زیرا که خانه من خانه دعا برای همه قوم ها خانه دعا برای همه قوم ها خوانده خواهد شد، و خداوندگار یهوه که رانده شدگان اسرائیل را گرد هم می آورد چنین می فرماید: من کسان دیگر را نیز علاوه بر آنان که همکنون گرد آمده اند با ایشان جمع خواهم کرد. آمین. در نام عیسی مسیح شکرگزاریم عیسی مسیح رو که اجازه میده که شبهاتش رو نگه داریم، و شکر واسه وجود شما که قلبی دارید که روزهای پرستش، روزهای یک شنبه، شبات خداوند از کارهای شخصیتون، از زندگی شخصیتون جدا میشید و به خانه پدر میاید و اجازه میدید که با بقیه خواهر برادراتون در پرستش خداوند شریک باشید و بتونیم به همدیگه عشقمون رو تقدیم کنیم. شکر واسه وجودتون که همین یک شنبه ها رو میایم کنار هم جمع میشیم، میتونیم کلام خدا رو بشنویم، و این وعده خداوند برای ماست، برای همه ماهایی که تو این مدت با همه سختی ها، با همه مشکلاتی که بود، حتی مریض هستن، بچه ها میان و خداوند رو میخوان جلال بدن و میان اینجا که در کنار برادر خواهرهاشون باشن و بتونن خداوند رو پرستش کنن و عشقشون رو جاری کنن. شکر واسه همه تون، شکر که کلام خداوند رو گوش دادید، و ببخشید هرچند من بد خوندم، شاید خودتون مطالعه کنید مطالب بیشتری رو بفهمید، و آمین که خداوند هدایتتون کنه و مکاشفات بی نظیر به دست بیارید از خوندن کلام خداوند. ببخشید هرچند من بد خوندم بازم. شکر واسه گروه زمر که هستن. شکر واسه شما، شکر واسه وجودت و همیشه ما رو برکت دادید با پرستشاتون. میپرستیم خداوند زنده رو. آمین.
و جلال میده نام قدوس او رو. هللویا. 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 Thank you.
وجودم را پرسان
در نام قدوس خداوند ما عیسی مسیح، زمان زمان شادیه، زمان زمان شکرگزاریه. آمین. برای تولدها. آمین. تولد پسر شما را بهتون تبریک میگیم، قربان رافائل عزیزمون که یک ساله شد در مسیح خداوند. هللویا. جلال و نام قدوس عیسی مسیح. چقدر شیرینه. سلام مسی. و تولد شهرروز عزیز رو داریم، بهتون تبریک میگیم تولدتون رو. رومینای عزیز تشریف بیارن، تولدتون رو تبریک میگیم بهتون. بذارید من یه ذره حافظم توی اسما کوتاه هست دقت کنم. و و و و و مریم جان ببخشید من فراموش کردم، تولد شما رو به شما تبریک میگیم، تشریف بیاری. شکرگزار عیسی مسیح هستیم. و ماری عزیز تبریک میگیم بهتون جان. بله، ولی ما چون دو هفته تعطیل داشتیم کلیسا، اینجوری برنامه‌ریزی کردیم که بچه‌ای که توی نیمه اول بودن هفته اول تبریک گفتیم، شما هم توی نیمه دوم بودی، بخوایم بهتون تبریک بگیم و شکرگزاری کنیم. تشریف بیارید. شکر، شکر و جلال و نام قدوس عیسی مسیح. ببخشید که من یادم میره، حافظ است دیگه، پیر شدم. جلال و نام قدوس عیسی مسیح بهتون. تولد پسرشه، تولد خودشو هفته آینده برنامه ریزی دارم من. هفته آینده در نام عیسی مسیح. همه رو با هم باید جشن ها رو هر هفته داشته باشیم دیگه، هر هفته در شادی باشیم، نمیشه که همه رو با هم بگیریم. دنبال کیک میگردیم و قرار بچه ها کیک درست کنن بیارن با هم دیگه بخوریم، شاد باشیم در کنار هم دیگه. در نام قدوس عیسی مسیح تولدتون رو بهتون تبریک میگم. بیا این برتم میگه تو دوربین نیست. تولدتون خیلی تبریک بهتون میگم در نام عیسی مسیح. بابا رامین نیستن امروز که برای شما دعای برکت کنن، اما ما آره وقت دستشونو بکنن توی کیک و همیشه اینجوری برمیداره به صورت یه نفرم میزنه. جلال بر عیسی مسیح، ما کلیسای فیلادلفیای ایلام و مامان همای عزیز زحمت کشیدن، گل خریدن که به شما تقدیم کنن. تولدتون رو تبریک میگیم. حالا قرار بود گلها رو بیارن، گلهای زیبایی خریدن مامان همای عزیز، دستتون درد نکنه. و از طرف تمام کلیسا، بله بله، زحمت کشیدن از طرف کل کلیسا، شکرگزار هستیم. و اگر اجازه بدید من دعا کنم براتون. آمین. اگر ببخشید داداش کوچیکتون براتون دعا کنه. شکر واسه وجود همتون. نه انگشت نزن. همون. شکر و جلال نام قدوس خداوند عیسی مسیح. ای خداوند، شکرگزار تو هستیم برای این خانواده زیبا، شکرگزار تو هستیم برای این خواهرها و برادرهایی که تو ای خداوند به ما هدیه دادی. خداوند به خاطر کار عظیمی که تو بر روی صلیب انجام دادی و ایمانی که خداوند به این کار عظیم تو داریم عیسی مسیح، به خون تو عیسی مسیح ما برادر و خواهر شدیم و در عشق تو قرار گرفتیم و در عشق تو ای خداوندا یک شدیم و یک کلیسا شدیم و یک بدن شدیم و تو ای خداوند شاه شاهان سر و سرور ما عیسی مسیح، تو رو شکرگزاری میکنیم ای خداوند به خاطر این فرزندان ای خداوند که تو در کنار ما قرار دادی تا ما ای خداوند از طریق اونها برکتی داشته باشیم. ای خداوند که تو به ما هدیه دادی، وجود همشون برای ما برکت ای خداوند و نشانه ای از عشق تو در زندگی ما
عیسی مسیح، ما شکرگزار وجودشون هستیم و تو رو شکرگزاری میکنیم خداوندا که این خواهر و برادرای زیبا رو به ما دادی. آمین خداوندا، دست حفاظتگر تو مثل همیشه بر زندگیشون، بر جانشون باشه خداوندا. و خداوندا هر آرزویی دارن خداوندا در نام قدوس تو عیسی مسیح طبق اراده تو که در آسمان بر زندگیشون به انجام برسه. شکر میکنیم نام قدوس تو رو عیسی مسیح و شالوم و سلامتی تو رو بر زندگیشون اعلام میکنیم. هللویا، شکر. خیلی ممنون که اجازه دادید من براتون دعا کنم. ببخشید پررویی کردم در حضور شما، در حضور شما بزرگان. خیلی عذرخواهی میکنم. شاد باشین در مسیح خداوند. و الان موقع شماست. شاه شاهان رب الارباب، رب الارباب، سرور ما، سرور ما، ایمانوئی، خدا با ما، خدا با ما، شایسته پرستش ها، پرستش ها، شد بر نام عیسی، شد بر نام عیسی، شد بر نام عیسی، جلال بر نام عیسی، شد بر نام عیسی، شد بر نام عیسی، شد بر نام عیسی، جلال بر نام عیسی، مسیح عیسی، مسیح عیسی، او زنده است، او زنده است، خدای ما، خدای ما، منجی ما، منجی ما، قیام کرد او، قیام کرد او، از مردگان، از مردگان، قبل خالی، قبل خالی، پیروزی ما، پیروزی ما، شد شکر و جلال بر نام قدوس عیسی مسیح. تولد پسرشه. خب این بشونیمش اینجا مثل بشه رافائل فوت کنی. آره روز علی. خب حالا من میتونم فوت کنم. آمین. در نام عیسی مسیح شما رو فوت کنیم با هم. نذاشت سه دو یک دیگه. سه دو یکش چی شد؟ خیلی عالی. جلال نام عیسی مسیح به نمایندگی همه فوت کرد. جلال بر نام عیسی مسیح. شاد باشی. چشم دوباره روشن میکنیم. آقا عزیز شهروز جان بیا یه بار دیگه روشن کردم. آرتین در نرو. آره در نرو بیا. شوک بر نام قدوس عیسی مسیح. سه دو یک میخوایم بگیم با هم. بابا رامین میگفت سه دو یک، یه یک دو سه دو یک و نیم، اینجوری میشمرد دیگه. حالا سه دو
یک بفرمایید. هللویا. یه دونشمون شکر واسه وجودتون، شکر، تولدتون تبریک میگیم. آمین. در نام عیسی مسیح با شادی این سال جدید رو سپری کنید در زندگی. مبارک باشه. مبارک باشه. سلامت باشه. مبارک باشه. شکر وجودتون. مبارک. میپرستیم با شادی در نام قدوس عیسی مسیح. آمین. آمین. هللویا. جلال به نام قدوس عیسی مسیح. میخوای عکس بگیری؟ آمین. آمین. ببخشید. دو تای پشت سر هم دیگه رو. آمین. آمین. که آرامی دلهایو. آمین. آرامی دلهایو بعد بعدیش رو که تو فقر و ظلم ویرانی و آبادی، حاشا که اگر جستو یار دگری گیرم، زنده ام از عشق تو در راه تو می
شکر و جلال بر نام قدوس خداوند عیسی مسیح شکر. و امروز روز خداوند، روزی که در خانه خداوند بودیم در کنار شما عزیزان. شکر و جلال بر نام قدوس خداوند که امروز هم پرستش کردیم، در کنار هم بودیم، به حضور خداوند بردیم هر آن چیزی که در قلبمون بود، هر آن چیزی که بهش نیاز داشتیم. آمین. خداوند شفا، نجات و امیدش رو در قلب ما به زودی زود، مثل همیشه، مثل هر روزه که در زندگیمون نورش روشن شده و به ما امید تازه بخشیده در ناامیدی هامون، امروز هم از روح قدوس خداوند پر شدیم، پر هستیم در نام قدوس عیسی مسیح و هر روزه در او امید داریم. جلال بر نام قدوس خداوند. و در انتها وعده خداوند برای فرزندانش و برکتی که خداوند به ما میده اعلام میکنیم. با ایمان خداوند تو را برکت دهد و محافظت کند، خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و تو را فیض عنایت فرماید، خداوند روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی ببخشد در نام عیسی مسیح. در پرستش، در ارتباط با خداوند، هفتمون رو شروع میکنیم در حضور او، در شالوم و سلامتی او، به امید دیدن معجزات همیشگیش در نام قدوس عیسی مسیح خداوند. خدا حافظه. Oh,